سلام دوستان، با یکی دیگه از برنامه‌های تاپ 10 ما در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این قسمت از برنامه ما درباره خواص دارویی و باور نکردنی پیازه که احتمالاً ازش بیخبریم. بریم تا با هم دیگه پرده از رازهای این معجزه باور نکردنی برداریم. امیدواریم که از دیدن این برنامه هم لذت ببرید و با نظرات خوبتون از ما حمایت کنید. قبل از هر چیز اگر هنوز ما رو دنبال نکردید حتما ما رو دنبال کنید تا از دیدن باقی برنامه‌های ما بی‌نصیب نمونید. مصرف پیاز از فواید و خواص بسیار بالایی برخورداره که تو زمان بیماری‌های مختلف میتونه مؤثر باشه. البته مصرف بیش از اندازه پیاز میتونه عوارض داشته باشه. پیاز از نظر ارزش غذایی به خاطر دارا بودن قند، ویتامین‌ها و به ویژه ویتامین C، مواد معدنی و کلسیم و فسفر و پتاسیم دارای اهمیته. پیاز یکی از قدیمی‌ترین سبزی‌ها در دنیا و ایرانه که خاستگاه اون در ایران و افغانستان ذکر شده. خواص و فواید پیاز برای مبارزه با سرطان. پیازهای قرمز بیشترین اثر بخشی رو در از بین بردن سلول‌های سرطانی سینه و سرطان روده دارند. همچنین مشخص شد که افراد با بالاترین میزان مصرف پیاز کمترین میزان سرطان رو دارند. به عنوان یک معیار پیشگیرانه میتونید از پیاز قرمز استفاده بکنید. بهبود سلامت قلب با مصرف پیاز. فلاونوئید موجود در پیاز قرمز میتونه به سلامت قلب کمک کنه. همچنین غنی از سولفوره که میتونه به جلوگیری از بیماری‌های قلبی هم کمک کنه. خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داره که باز هم به سلامت قلب کمک میکنه. پیاز همچنین میتونه سطح کلسترول رو بهبود ببخشه و خب این هم در نهایت به نفع قلبه. پیاز همچنین از به هم چسبیدن پلاکت ها جلوگیری میکنه که میتونه منجر به لخته شدن و در نهایت عملات قلبی بشه. بهبود سیستم ایمنی و درمان سرماخوردگی با پیاز. پیاز حاوی سلنیومه که عملکرد سیستم ایمنی رو تحریک میکنه. همچنین مواد معدنی از واکنش ایمنی بیش از حد که میتونه اثرات مضر داشته باشه هم جلوگیری میکنه. پیاز همچنین در روسیه داروی گیاهی محسوب میشه و از اونها برای درمان سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده میکنن. همچنین میتونید برای درمان سرماخوردگی چای پیاز درست کنید. این چای ایمنی شما رو بالا میبره و به جلوگیری از بیماری ها کمک میکنه. درست کردن چای به سادگی بریدن پیاز، جوشوندن اون در آب و نوشیدن اونه. این عمل به عنوان درمان سری برای سرماخوردگی و باقی بیماری ها عمل میکنه. همچنین میتونید ترکیبات دیگه ای مثل زنجبیل رو هم به اون اضافه کنید. جلوگیری از التهاب و آلرژی از دیگر خواص پیاز. پیاز از التهاب جلوگیری و همچنین با جلوگیری از آزاد شدن هیستامین آلرژی رو درمان میکنه. آشپزی کردن با پیاز به باز کردن و خشک کردن سینوس ها کمک میکنه و خاصیت آنتی هیستامینی میتونه به کاهش گرفتگی بینی کمک کنه. حتی خوردن یک عدد پیاز خام توی شب میتونه یبوست رو درمان کنه. ترکیبات گوگرد در پیاز هم میتونه مخاط رو از اثر بندازه. پیازها دارای خواص ضد باکتری هستن. همچنین طبق یک مطالعه عصاره های پیاز با التهاب ریه و باکتری های دندون و آلرژی های دیگه مقابله میکنه. همچنین دارای اثرات آنتیبیوتیکیه که التیام زخم رو تسریع میکنه. بهبود خواب یکی از خواص پیاز. پیاز حاوی پروبیوتیکه که میتونه خواب رو بهبود ببخشه و حتی استرس رو هم کاهش بده. زمانی که باکتری های مفید در معده فیبر رو هضم میکنن سلامت شکم رو بهبود میبخشن و از اون مهمتر محصولات جانبی متابولیکی آزاد میکنن. این محصولات جانبی میتونن بر عملکرد مغز تاثیر بگذارن و خواب رو ایجاد کنند. بهبود تنفس از خواص عالی پیاز. طبق یک تحقیق آمریکایی بیمارانی با مشکلات تنفسی مثل آسم و آلرژی میتونن از میوه ها و سبزیجات به ویژه پیاز استفاده کنند. خاصیت ضد التهابی پیاز میتونه به تسکین بیماری های تنفسی هم کمک کنه. اگر شما هم از بیماری تنفسی رنج میبرید میتونید به سادگی در رژیم غذاییتون برای تسکین سریع تر درد از اون استفاده کنید. پیاز حاوی ترکیباتیه که به کاهش باکتری های مسبب پوسیدگی دندان هم کمک میکنه و خوردن اون به صورت خام بهترین شکل ممکنه. چون آشپزی و پختن پیاز میتونه بعضی از این ترکیبات مفید رو از بین ببره.
این سبزی غنی از ویتامین C که میتونه دندون رو سالم نگه داره. همچنین معتقدن که پیاز میتونه درد دندون رو هم کاهش بده. تسکین دردهای قاعدگی با مصرف پیاز. پیاز در طول یائسگی از کبد حمایت میکنه و به بیرون ریختن هورمون‌های زائد هم کمک میکنه. خوردن کلسیم به اندازه کافی در طول این دوره ضروریه. پیاز هم حاوی کلسیمه. بهبود سلامت جنسی با مصرف پیاز. پیاز یکی از داروهای گیاهیه که در اوگاندای غربی برای مدیریت ناتوانی جنسی و اختلال عملکرد جنسی به کار میره. خوردن آب پیاز با عسل به افزایش باروری در مردان کمک میکنه. تقویت سلامت مغز از خواص مصرف پیاز. تحقیقات نشون میدن که آنتی اکسیدان موجود در پیاز با مواد مضر در مغز محصور میشه و اونها رو از بدن بیرون میکنه. ترکیبات حاوی گوگرد پیاز میتونه کم حافظگی مربوط به سن رو کاهش بده. آب پیاز برای حفظ هیپوکامپ مناسبه. یک ترکیب شیمیایی دیگه در پیاز به نام دی پروپیل اختلال حافظه رو بهبود میبخشه. افزایش انرژی با مصرف پیاز. طبق یک مطالعه چینی گرفتن عصاره پیاز میتونه به تعدیل استرس کمک کنه. همچنین دی ان ای رو در برابر آسیب ناشی از استرس و مشکلات بعد از اون هم محافظت میکنه.